اسپانسر دو معرفی بهترین فیلم های سال 2023 توی این برنامه سلام سلام چطورین؟ احسان منصوری هستم تو این برنامه میخوام ده تا فیلم برتری که تماشا کردم در سال 2023 و محصول سال 2023 بودن رو بهتون معرفی بکنم اینها فیلم هایی که من دیدم از بین فیلم هاییست که من تماشا کردم ممکنه فیلم های خوب دیگری باشه که من اصلا ندیده باشمشون حتما هست احتمالا با کامنت هایی که شما میذارید و بهترین هاتون رو اعلام میکنید توی نظرات اونها رو هم پیدا خواهیم کرد من خودم این لیست رو خیلی دوست دارم چون انواع و اقسام تمهای سینمایی درش وجود داره فیلم سرگرم کننده هست فیلم عمیق هست فیلم حال خوب کن توی لیست هست فیلم ترسناک هست فیلم عجیب غریب هست و حتی یک فیلم ایرانی وقتی داشتم لیست رو تهیه میکردم دیدم که خیلی بیشتر از ده تاست فیلم های محبوبم در سال 2023 و چون محدودیت تاپ 10 گذاشتم یه تعداد زیادی فیلم از توی این لیست لبریز شد داری بیرون اینها رو تیتروار الان بهتون سری میگم یه شات بگیرید که در درجه دوم اولویتتون قرار بدید بعد از اینکه اون ده تایی که معرفی میکنم رو دیدید اینها رو هم از دست به نظرم ندید من از تماشاشون خیلی لذت بردم معمولیت غیر هفت ایر دریم سناریو پرفکت دیز هولدوورز فیلم های کوتاه و سندرسون مایسترو کیلر فلورا انسان مگن و پست لایفز برند بینون مللی پرودو حامی این برنامه کارش تولید گجت ها و اکسسوری های مختلفه از لوازم جانبی و موبایل تا لایف استایل و وسایل کمپینگ محصولاتش گارانتی دارم و توی سرتاسر سر ایران میتونید چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری این محصولات رو خریداری بکنید بریم سراغ لیست بهترین فیلم های سال 2023 شماره 10 فی پلی I got. اولین ساخته بلند خانم کلوی دمونت فیلمی است روانشناختی درباره یک زوج همکار که علارغم قوانین شرکت پنهانی وارد رابطه عاشقانه شده رابطه ای که بوی خون میده خیلی فیلم جالبی بود برام از کشف کردنش خیلی خوشحالم کمتر در موردش حرف زده شده کمتر دیده شده و به حق خودش هم از نظر نمرات مردمی نرسیده خیلی فیلم جالبیه فیلمی که کالبوت شکافی میکنه رابطه یک زوج رو که از غذا همکار همدیگه هم هستن و مسئله ترفیع گرفتن یکی فعلیست غیر قابل پیشبینی که روندی نو در رابطه ایجاد میکنه فیر پلی حامل یک خشونت پنهان حقیقتی انکار شده و بازی ناجوان مردان است شماره نه خدایا اونجایی منم مارگارت It's me, Margaret. قصه مارگارت یه دختر بچه با مزه و دوست داشتنیه که همزمان با دوران بلوغ ناچار به نقل مکان به شهر دیگه و دوری از دوستا و مدرسهش میشه تلفیق این مشکلات مسئله و بحران مارگارته دختر بچه‌ای که دائما در حال پیدا کردن و حرف زدن با خدا هم هست مهمترین نکته این فیلم اینه که شیرینه و به بخوره اگه میخواید بچه دار بشید یا اگه دختر بچه داری خواهش میکنم این فیلم رو ببینید چون بسیار فیلم لازم است البته که حواستون باشه به بچه کوچیک نبینید چون محدودیت سنی داره فیلم خیلی حال خوبی داره و این حال خوب رو میتونه انتقال بده خدای اونجایی منم مارگارت یه فیلم بی ادعای سر که میتونه خوشحالتون کنه شماره هشت The Teacher's Lunch این فیلم خیلی خوب نماینده کشور آلمان در اسکار 2023 هم هست توی یه کلاس و فضای مدرسه یکی داره دزدی میکنه و معلم تصمیم گرفته شخصا کشف کنه چه کسی داره این دزدی ها رو انجام میده و نتیجه براش شکه کننده است فیلم به نظر موضوع خیلی ساده ای رو دنبال میکنه ولی کم کم تبدیل به چیزی گسترده تر میشه که ابعاد مختلفی پیدا میکنه The Teacher's Lunch برام خیلی یادآور فضای فیلم جدای نادر که از محبوب ترین فیلم های سینما بود برام و میخوام بگم که اگه اون فیلم رو دوست داشتید اگر از اون فضا از اون جنس روایت از اون جنس تعلیق فرهادی لذت میبرید تماشای این فیلم هم میتونه براتون تجربه خیلی لذت بخشی باشه توی کل روایت فیلم از مدرسه بیرون نمیریم و باور کنید که دلمون هم نمیخواد بریم بیرون همونجا گرفتارمون میکنه فیلمی درگیر کننده و پرتعلیق با بازی عالی لئونی بینش درباره حقیقت تحریفش و مرارت های یافتنش شماره هفت تاک تو می با هم حرف بزن این فیلم که مسئول استرالیا است من قبلا به عنوان بهترین فیلم ترسناک چند سال اخیر معرفیش کردم وقتی میگم چند سال اخیر در مورد اون کانجورینگ کدو و دیگه حرف نمیزنیم چند سال اخیر همین دو سه سال اخیر و منظورم از بهترین ترسناکی ترین نیست چون فیلم بیشتر هیجان انگیز تا ترسناک منظورم یه کار هیجان انگیز خوش ریتم خوش ایده جالبی که تا ته بالا نگهمون میداره و باعث میشه که گرم میشیم و از تماشاش لذت ببریم و اگه بدنمون به تماشای فیلم های ترسناک هم عادت نداره ممکنه شب خوابمون نبره <applause> یکی از فیلمهای تحسین شده که سالیست که گذشت پیتر جکسون خالق سگانی ارباب حلقه ها بهش لقب بهترین داده استیون کینگ تحسین کرده اریستر سازنده میت سامر رو فیلم های ترسناک مطرح دیگه تحسین کرده استیون اسپیلبرگ فیلم رو تحسین کرد فیلم جالبی است از وجوه مختلف یه مسئله فرامتنی هم برای ما داره اولین فیلم فیلم سازانشه و قبل از اینکه این فیلم رو بسازن یوتیوبر بودن دو تا یوتیوبر دیوانه و پرهیجان جان که کارهای دیوانه بار توی کانالشون میکردن داستان جالبش رو بذار براتون بگم یه دست مومیایی شده وجود داره که اگه باهاش دست بدی و بگی با هم حرف بزن یه روح احزار میکنه که باهات حرف میزنه و اگه بگی منو در اختیار بگیر همین کار با. هات. فیلم در گیشه بسیار موفق بوده 4.5 میلیون دلار بودجش بوده 92 میلیون دلار فروخته و نسخه دومش ادامش دنبالش در حال ساخته شماره 6 Killers of the Flower Moon جناب آقای مارتین اسکورسیزی در سن 81 سالگی کمکان میتونه فیلم جوان، پویا، خوشریت و دقدق من بسازه و دیگه براش هم مهم نیست که داره چه کسانی رو نقد دهه 1920 از زیر زمین های قبیله اوسیج بومی های امریکا نفت بیرون میزنه و یهو میشن ثروتمندترین مردمان دنیا و بعد به شکل زنجیری یکی یکی اونها به قتل میرسن ماجرا چیه؟ گرگ ها تمع کردن فیلم کارگردانی چشگیری داره بازی های عالی داره داستان درگیر کننده داره و علا رقم تایم طولانیش تا انتها درگیر نگه هم داشت قاتلان ماه گل یکی از بهترین چیزهایی که در سال 2023 دیدم شماره پنج آناتومی یک سقوط ساخته جاستین تریه این فیلم که برنده نخل طلای جشنواره کن 2023 داستان مردی فرانسوی است که در یک روز سرد زمستانی از بالاترین طبقه ساختمون سقوط میکنه به پایین و میمیره. مزنون اصلی پرونده همسر آلمانیش و تنها شاهد ماجرا پسر کمبینای خانواده است فیلم هم جنایی و دادگاهی هم روانشناختی هم کندوکاو میکنه در آناتومی یک رابطه و ثبوت اون خانم ساندرا هولر که باید در نقش ساندرا اثبات کنه بیگناهه که ما هم نمیدونیم بیگناهه یا نه چقدر بازیگر ویژه است و این فیلم باعث شد که به لیست بازیگران عجیب قریب و مورد علاقه هم اضافه بشه منتظر فیلم دیگه ای که سال 2023 بازی کرده و هنوز منتشر نشده هستم به اسم منطقه مورد علاقه چه فیلمی چه بازیگری شماره چهار برادران لیلا بله وقتی داشتم تاپ تنم رو انتخاب میکردم و به لیست بهترین فیلم هایی که سال 2023 دیدم فکر میکردم و تعمل میکردم یهو دیدم که چقدر اثر فیلم برادران لیلا هنوز در وجود من هست چقدر فیلم تاثیرگذاری بود و چقدر بیشتر از اون روزهای اولی که دیده بودمش الان دوستش دارم همون موقع ویدیو ساختم گفتم که دوستش دارم علت ها گفتم ولی الان احساس میکنم که خیلی بیشتر میپسندمش احساس میکنم با یک فیلم ایرانی طرف هستیم که پیشگویی کرده وضعیت کشور رو و سالها بعد خیلی خیلی بیشتر در موردش حرف زده میشه نباید انکار کرد توانایی سعید روستایی رو احتمالاً یا بهترین یا یکی از بهترین نویسنده ها و کارگردان های حال حاضر سینمای ایرانه فیلم تونست وارد جشنواره کند بشه و در هاشیه جشنواره کن جایزه فیپرشی یا منتقدان رو از آن خودش کرد اگه نمره هاش رو برید چک بکنید میبینید که همون تعداد نفرات احتمالا نچندان زیادی که در دنیا فیلم رو دیدن بهش نمره های بسیار خوبی دادن پس فیلم فقط برای جامعه ایرانی کار نمیکنه همه دنیا میتونن باش ارتباط برقرار کنند. و به عنوان یک فیلم تأثیر گذار تماشاش بکنن یک اعتراف و یک پس گرفتن حرف چکه به جایی بود قبلا گفته بودم نواد میزد شماری سه می دسمبر <applause> می دسامبر یک اصطلاح که تعلق میگیره به زوجهایی که اختلاف سنی زیادی با هم دیگه دارن این فیلم عجیب و غریب که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده قصه یک زنی 36 ساله است که با پسر بچه 13 ساله رابطه جنسی برقرار میکنه و بعد از چند سال زندان و تولد فرزند در حبس در نهایت با پسر ازدواج میکنه و حالا بعد از سالها کنجکاوی کارگردان و فیلم اینه که توی این خونه چه خبره و داره چی میگذاره یکی از قریبترین فیلم سال 2023 بود خیلی روم تأثیر گذاشته و دو تا بازی فراموش نشدنی هم توش دیدم شماره دو سپایدرمن اکراس ده سپایدر ویرس ادامه داستان مایلز و گوین مرد و زن انکبوتی در جهانهای موازی که از نسخه 2018 شروع شد یعنی اولین نسخه یعنی سال 2018 اومد بیرون نسخه دوم دنبالش سال 2023 اومد بیرون و یه سومی سو هم در کاره که اینا تبدیل به سگانه بشن بهتون بگم که نسخه 2018 سپایدرمن این تو ده سپایدر ورس فکر میکنم اگه اشتباه نکنم منتقدین بهش لقب بهترین انیمیشن اول قهرمانی تاریخ دادن و جالبه بدونید که نسخه 2023 به همون اندازه نمره های عالی دریافت کرده از از مردم حتی بیشتر و خیلی بیشتر از اون یکی هم فروخت 700 میلیون دلار فروخته و سومین فیلم پرفروش سال 2023 سینمای امریکا است این انیمیشن از نظر بصری فوق است و فقط همین نیست داستان پرکشش و جذابی داره و فقط همین نیست شوخ طبعه و شوخی هم میگیره انیمیشن اسپایدرمن اکراس دی اسپایدر ورس یکی از مفرحترین چیزهایی که طی چند سال اخیر تونستم ببینم و شماره یک آپنهایمر کریستوفر نولان داستان تکان دهنده ای این که بشر چطور پروژه نابودی زمین را آغاز کرد داستان زندگی جی رابرت اوپنهایمر دانشمندی که به عنوان پدر بمب اتم شناخته میشه و باعث مرگ هزاران نفر انسان بیگناه شده فیلم سه ساعت یقه آدم رو میگیره رها نمیکنه تا اینکه هشدار بده چه فاجعه ای در پیشه خود نوران گفته چنان تاثیر روانی این فیلم روی من گذاشته که نیاز دارم فیلم بعدیم حتما فیلم مفرحی باشه تا یه ذره از اون آسیب روحی که دیدم بابت فیلم دور بشم رکورددار جوایز سینمایی سال 2023 ممکنه الان که این برنامه رو میبینید جوایز اسکار رو هم درو کرده باشه اپنایمر ممنون میشم که شما بهترین هاتون رو چه توی این لیست هست چه نیست توی کامنت ها بنویسین و مرسی که مثل همیشه این ویدیو رو دیدید رو حمایت کردید و ممنون اگر دوست دارید لایک میکنید سابسکرایب زنگوله شیر کامنت اینها هیچ کدوم اجباری نیست ولی همه کمک میکنه به رشد این کانال مخلصم در تماسیم. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. No. Nah, I'm gonna do my own thing.